اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دیروز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند شخص آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و آقای محصولی به عنوان وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور مسئول نهایی و پاسخگوی اصلی حوادث تخلفات و رفتارهای غیرقانونی و اسفناک دو ماه اخیر علیه شهروندان از جمله رویدادهای بازداشتگاه کهریزک هستند. اعضای این سازمان با تاکید بر اینکه بازداشتگاه کهریزک یک زندان غیرقانونی و خارج از نظارت و کنترل سازمان زندانها بوده است، نوشتند که به رغم دستور تعطیل زندان غیرقانونی کهریزک، اخبار جدیدی و غیرقابل انکاری که درباره این زندان منتشر می‌شود، حاکی از رفتارهای حیوانی و وحشیانه با زندانیان کهریزک بوده و نشانگر این است که حوادث روی داده به مراتب دلخراشتر و دردناکتر از مرگ و شهادت بر اثر ضرب و شتم در این زندان بوده است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه خود از تقلیل مقصرین حوادث بازداشتگاه کهریزک به کوتاهی یکی دو افسر جز در انجام وظیفه به شدت انتقاد کرد و اعلام کرد فرمانده نیروی انتظامی زیر نظر وزیر کشور فعالیت می کند و شواهد و قرائن موجود نشان می دهد که رئیس دولت و وزیر کشور وی در طول دو ماه اخیر نه تنها کمترین حساسیت و تلاشی برای نظارت بر عملکرد این نیرو و ممانعت از اقدامات غیرقانونی آن از جمله وجود و فعالیت زندان کهریزک نداشتند بلکه برعکس شواهد آشکاری از حمایت رئیس دولت از اقدامات مذکور حکایت دارد. میرحسین موسوی دیروز در دیدار با اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اعلام کرد آنچه امروز در زندان‌ها می‌گذرد به خوبی نشان دهنده ضرورت یک اصلاح عمیق در کشور است. وی با تاکید بر اینکه مردم ایران خواهان طرح خواسته‌ها و اعتراضات خود در جوی آرام و عاری از تشنج بوده و هستند، گفت آن کسانی که با برهم زدن تجمعات آرام مردم آن را خونین کردند، به منافع بیگانگان خدمت می‌کنند. موسوی در این دیدار به شدت از صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتقاد کرد و نحوه اطلاع رسانی رسانه ملی ایران را رواج تهمت نامید و گفت آیا آمریکا ترجیح می‌دهد صدا و سیمای ما یک رسانه منصف و مورد اطمینان باشد یا با دروغگویی‌های پی در پی اعتماد مردم را از دست بدهد؟ آیا کسانی که باعث شدند مردم برای گرفتن خبر به رسانه‌های خارجی مراجعه کنند به دنبال منافع بیگانگان هستند؟ یا کسانی که میگویند رسانه ملی بی‌طرف باشد و اخبار را شفاف بیان کند؟ آیا اگر آمریکا تمام قدرتش را بسیج می‌کرد می‌توانست به اندازه اتفاقاتی که در زندان‌ها افتاده است به کشور و انقلاب لطمه بزند؟ محسن رضایی نیز دیروز در دیدار با جمعیت حقوقدانان دفاع از حقوق بشر با اعلام اینکه تقویت نظام جمهوری اسلامی تنها به تایید نهادهای حکومتی و مقامات دولتی وابسته نیست با اشاره تلویحی به نامه کروبی به هاشمی رفسنجانی در خصوص تجاوز به بازداشتگان حوادث اخیر گفت اگر در جمهوری اسلامی رفتار خلاف حیثیت و اخلاقی از سوی یکی از ماموران انجام گیرد باید عزای ملی اعلام شود چه برسد بر اینکه اعمال شنی علیه شماری از جوانان کشور صورت گرفته باشد این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com